4,600,000,000 سال پیش شیعی سنگی و همراه منظومه شمسی طی فرایند برافزایش هسته تشکیل شد. در اون موقع منظومه شمسی به عنوان یک ابر غول‌پیکر از غبار و گاز به نام سحابی آغاز شد. سحابی در حال چرخش بود و گرانش باعث شد که گرد و غبار و گاز به صورت ذرات کوچک در کنار هم جمع بشن. گرانش باعث شد ذرات با هم برخورد کنن و ادغام بشن و اجرام بزرگتر رو تشکیل بدن که سیاره کوچک نامیده میشه. با برخورد این ذرات کوچک و ادغام اونها با هم دیگه دمای اونها بالاتر رفت و متراکم شدن. عنصرهای سنگین مثل آهن و نیکل به مرکز سیاره فرو رفتن و هسته رو تشکیل دادن و عنصرهای سبک مثل سیلیکون و اکسیژن گوشته و پوسته رو تشکیل دادن. 100,000,000 سال بعد یعنی 4.5 میلیارد سال پیش یک برخورد بزرگ بین کره زمین و یک جرم دیگه به اندازه یک سیاره باعث شد تا تکه بزرگی از کره زمین جدا بشه و در نهایت این فرایند منجر به ایجاد کره ماه شد. کره زمین برای میلیاردها سال به رشد و انباشت مواد ادامه داد و در این مدت توسط سیارک‌ها و دنبالدارها بمباران شد، به جسم اون افزوده شد و به شکل‌گیری سطح اون کمک کرد. پس از تشکیل کره ماه، کره زمین شروع به سرد شدن و جامد شدن کرد. اقیانوس‌ها تشکیل شدند و جو کره زمین شروع به توسعه کرد. جو اولیه زمین با جوی که امروزه داریم بسیار متفاوت بوده. جو اولیه احتمالاً عمدتاً از کربن دی اکسید و نیتروژن تشکیل شده بوده که با گذشت زمان به دلیل فعالیت گیاهان از نظر اکسیژن غنی‌تر شده. جو کره زمین در ابتدا بسیار نازک بود و بیشتر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بود. این گازها با گذر زمان به دلیل گرانش ضعیف کره زمین به فضا رفتند. یکی از تئوری‌هایی که وجود داره اینه که جو کنونی کره زمین از فوران‌های آتشفشان تشکیل شده. آتشفشان‌هایی که گازهایی مثل کربن دی اکسید، نیتروژن و بخار آب رو وارد جو کردند. و با گذر زمان این گازها با هم ترکیب شده و جو کنونی کره زمین به وجود اومده. خلاصه اینکه جو خیلی خوبه و مهمترین فایدهش اینه که از کره زمین در برابر تشعشعات خورشید محافظت میکنه. خب یکم از جو بریم پایین‌تر ببینیم چه خبره. کره زمین در طول زمان به تکامل خودش ادامه داد. پوسته زمین به دلیل تکتونیک صفحه‌ای دائما در حال تغییر بوده. باید بدونید که تکتونیک صفحه‌ای فرایندیه که در اون پوسته زمین به صفحات تقسیم میشه که روی گوشته حرکت میکنه. با سرد شدن و جامد شدن سیاره، اقیانوس‌های زمین به وجود اومدن. بخار آبی که توسط آتشفشان‌ها به اتمسفر رها شد، متراکم شد و به صورت باران روی سطح زمین اتفاق افتاد و با گذر زمان و ادامه یافتن این فرایند، اقیانوس‌ها و دریاهای وسیعی شکل گرفتن. دانشمندان شواهد زیادی برای حمایت از این نظریه جمع‌آوری کردند. شواهدی مثل ترکیب هسته، گوشته و پوسته زمین. هسته زمین که عمدتاً از آهن و نیکل تشکیل شده و پوسته و گوشته‌ای که عمدتاً از عناصر سبک‌تر مثل سیلیکون و اکسیژن تشکیل شدند. وجود دهانه‌های برخوردی در سطح زمین که هنگام برخورد سیارک‌ها و دنباله‌دارها در سطح زمین ایجاد شدند. اینا شواهدی هستن که میتونه این نظریه رو قوت ببخشه. در اوایل 3.8 میلیارد سال پیش حیات روی زمین شروع به پیدایش کرد و با وجود این شرایط سخت زندگی موفق شد روی زمین پدیدار بشه. اولین نشانه های حیات باکتری های ساده‌ای بودن که میتونستن در محیط های خشن زنده بمونن. با گذر زمان زندگی تکامل پیدا کرد و در نهایت باعث پیدایش گیاهان و حیوانات متفاوت شد که امروز اونها رو میبینیم. حدود 150 میلیون سال پیش اولین دایناسورها روی زمین ظاهر شدند که حدود 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها از بین رفت. یکی از عوامل انقراض دایناسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود. در چنین شرایطی نرسیدن نور و گرما به زمین منجر به یک دوره کوتاه یخبندان شد که همین باعث مرگ دایناسورها بر اثر سرما و گرسنگی شد.
اگر همه تاریخچه کره زمین رو 24 ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسان‌ها در 2 ثانیه مانده به نیمه شب ظهور خواهند کرد. و این جمله یعنی تاریخچه ظاهر شدن انسان‌ها روی زمین اونچنان هم طولانی نیست. در نهایت این خورشیده که سرنوشت کره زمین رو مشخص می‌کنه. میلیاردها سال دیگه با تمام شدن سوخت هیدروژنی خورشید، خورشید به یک ابرقول سرخ تبدیل میشه و به اندازه‌ای بزرگ میشه که تمامی بخش‌های سامانه خورشیدی و مدار زمین رو در بر می‌گیره.